پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهیم. قالیباف باید کنار بکشد یا جلیلی؟ انصراف به نفع دیگری، جلیلی یا قالیباف؟ با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خامنه‌ای، گمان زنی ها افسوده شده است. بالاخره چه کسی در جبهه اصولگرایان به نفع دیگری کنار خواهد کشید؟ قالیباف یا جلیلی؟ عمده کسانی که میاندیشند قوانین را میدانند، راهبردها را زیر نظر دارند، تقریباً بر سر کلیت موضوع اتفاق نظر دارند. اصلاح طلبان گواهی را انداختند که آن سرش ناپیداست. گواهی که پزشکیان پزشک تمامی دردهای ایران است و غیره. خاتمی که در انتخابات گذشته در اسفندماه رأی نداد و مدعی شده از طرف مردم است، هوادار پزشکیان شده است. مهدی کروبی ها کرده. اطفارهای زرید که دیگر از نونهای معمول سیاسی خارج شده است. محسن رنانی ذوب در پزشکیان شده است و دلایل عقلی سیگانه آورده است که باید به پزشکیان رأی داد. حکایت چیست؟ قضیه از این قرار است که اصلاح طلبان از نگرانی و ذهن مشغولی خامنه‌ای بر سر تحریم انتخابات مطلع‌اند. خامنه‌ای بین جهانگیری و آخوندی، پزشکیان که کمترین وزن سیاسی را داشت را تایید صلاحیت کرد، با این امید که وی هرگز رأی نخواهد آورد، ولی به خاطر او اصلاح طلبان بابای خود را به پای صندوق خواهند کشاند. موضوعی که اصلاح طلبان در روزهای اخیر به شدت مشغول به آن هستند، امری که به نفع خامنه‌ای است، اما هدف دیگری نیز دارد، آن اینکه در تفرق اصولگرایان شاید فردی شود و پزشکیان را غالب یا کالب کنند. اما در اردوی خامنه‌ای وضعیت به چه قرار است؟ رقابت اصلی بین جلیلی و قالیباف است. سه نفر دیگر آشکار و پوششی هستند. قالیباف طبق توافق با پایداری ها در مجلس قرار بود اصلا کاندید ریاست جمهوری نشود، در عوض کرسی ریاست مجلس را داشته باشد، معامله ای که به ازای آن کاندید پایداری ها جلیلی باشد. یعنی آنها اطمینان داشتند که جلیلی بین سایر اصولگرایان رقیب جدی نخواهد داشت. اما قالیباف با ثبت نام در آخرین ساعات معامله و معادله را برهم زد. قالیباف بین دوراهی انصراف و حذف. از سوی دیگر خامنه‌ای کسی را می‌خواهد که مطیع دستورات او باشد، فردی مانند رئیسی، مضاف بر این که برای خامنه‌ای و موضوع جانشینی احتمالی از شاخ نشود. در این موضوعات جلیلی برای خامنه‌ای بهتر عمل می‌کند، چون نه وضعی به اندازه قالیباف است و از سوی دیگر افسارش در دست بیت خامنه‌ای است. وزنه ظاهری و بیرونی جلیلی تقریبا تنها به اندازه 10 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی است. اما در سوی دیگر قالیباف امتیازاتی دارد. سالیان در سپاه بوده است، فرمانده نیروی هوایی سپاه، فرمانده درابع خاتم الانبیاء سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس، مناصب سنگین و امتیاز وی نسبت به جلیلی است. اما معایب بسیار نیز دارد که برای وی به عنوان پارامتر منفی عمل می کنند. فسادهای مالی بی حد و حصر، سیسمونی گیت، سرکوب دانشجویان در 18 تیر، نقشش در طرح امنیت اخلاقی از آن جمله‌اند، در حالی که جلیلی در ظاهر چنین معایبی در پرونده‌اش ندارد. از سوی دیگر قالیباف نه می تواند آشکارا جلیلی را در مذاکرات کنار بزند و نه آشکارا به نفعش کنار برود. کنار رفتن شکستی است که تحمل آن برای قالیباف بسیار سخت خواهد بود. حال چه حربه‌ای به کار گرفته شود که این مشکل حل شود، باید منتظر ماند و دید. واقعیت دردناک برای خامنه‌ای این است که بعد از رئیسی نه کسی را می‌تواند جایگزینش سازد و نه افراد باقی مانده آن گونه که باید فرمانبر او هستند. خامنه‌ای تضعیف شده حتی در اردوگاه خود هم دیگر به تعبیر خودشان فصل الخطاب نیست. به همین دلیل نمیتوان پیش بینی کرد که آیا میتواند برای جلیلی یا قالیباف یا پور محمدی تعیین تکلیف کند که بمانند یا بروند. این وضعیت گیج کننده نه به دلیل ضعف اطلاعات و ضعف تحلیل ما، بلکه به دلیل تعیین تکلیف نبودن خود حکومت است.